در این بخش از برنامه با نیما شیراز طراح جوان ایرانی که در سان فرانسیسکو زندگی میکنه گفتگو میکنیم. او در برنامه میهمان ماست تا درباره همین لباسا بهترین و بدترینش و ویژگی های دیگه ای که احتمالا امسال طراحا به اون توجه کردن گفتگو کنیم. نیما بهت سلام میکنم، مرسی از اینکه با ما هستی. سلام، حال شما خیلی ممنون و تبریک میگم به هموطنان عزیز ما که صلح دوست هستن، به آقای اصغر فرهادی، همه هم تیمشون برای این پیروزی. خب تو برنامه دیشب رو کجا نگاه کردی؟ با چند تا از همکارام تصمیم گرفتیم که بشینیم با تلویزیون نگاه کنیم، به خاطر اینکه باید خیلی دقت میکردم به تمام لباسایی که پوشیده بودن و همین لس آنجلس نگاه کردیم با هم. خب پیش از هر چیز برامو توضیح بده که چرا این موضوع انتخاب لباس تو اسکار انقدر اهمیت داره، چرا هنرپیشه‌ها دقت و وسواس خاصی روی موضوع دارن و از مدت ها پیش بهش فکر میکنن، واقعا از چه جنبه هایی بهش میخواد؟ خب از جنبه های مختلف. اولا اینکه شب جشن و پارتیشون هست، شبیه که برای تمام کارهای سخت در طول سال ازشون قدردانی میشه و خیلی شب خاصی براشون هست، چون این قدرانی از همکاراشون هست، کسایی که برای جایزه اسکار رای میدن. و به غیر از اون از نظر تبلیغات، اون فیلمایی که نامزد میشن، کسایی که با اون فیلم کار میکنن و فشنی که میپوشن روی قالی قرمز بیشترین تبلیغات میگیره. کسایی که تو فشن کار میکنن به قالی قرمز اسکار میگن بزرگترین و مهمترین رانوی شو، فشن شو سال، به خاطر اینکه تمام دنیا اهمیت میدن که کی چه لباسی پوشید و نگاه میکنن. خب راجع به این پروسه انتخاب لباس برامون توضیح بده، این هنرپیشه ها به سراغ طراحا میرن یا اینکه نه طراحا به سراغ هنرپیشه ها میرن، اصلا این قضیه چطور اتفاق میفته؟ هر دو مدلش هست. هنرپیشه‌ای که خیلی سال توی این صنعت بودن رابطه مستقیم درست کردن در طول سالان با طراحای مختلف و دوستاشون که طراح هستن انواع و اقسام، و وقتی میگم دوست میتونه مارک جیکوب طراح لوی ویتون باشه، بهشون آفر میکنن که براشون یه لباس کاستوم درست کنن برای جشن و طراحا براشون لباس مجانی درست میکنن چون برای اونا تبلیغاته. و یه کار دیگه هم که خیلی میکنن با استایلیست، با سلبریتی استایلیست مثل ریچل زو کار میکنن، که استایلیست رابطه بین طراح و هنرپیشه هست و لباس از اونا قرض میگیره برای هنرپیشه میبره از این دو طرف. برنامه دیشب رو که میدونم نگاه کردی، چه نکاتی هستش که بشه به اونها اشاره کرد؟ منظورم اینه که آیا هیچ سبک یا استایل خاصی تو لباس ها هستش که چشمگیر باشه و بیشتر به اون توجه کرده باشن، یا مثلا رنگ مشخصی که رنگ مخصوص این برنامه باشه و بیشتر اون رو پوشیده باشن؟ به کل من به نظرم دیشب تصمیم گرفتن که خیلی لباسای ساده‌ای تصمیم گرفتن بپوشن، خیلی ریسک نکردن و یکی از لباسایی که خیلی ساده بود، در واقع نه تنها لباس، تمام لوک از سر تا پا که جلب توجه من کرد خانم رونی مارا بود، برای Girl with the Dragon Tattoo نامزد شده بودن. این ووگ دیشب گفت The Rooney Mara Effect و این آرایششون، این صورت، این پوست خیلی خیلی سفید با این بنگی که داشتن، موی چتری که داشتن مدل خیلی مدرن بود و با لب قرمز، اینو ما خیلی در فصل اخیر در تمام فشن شوها دیزاینرهای مختلف دیدیم و لباسشون رو خیلی از بعضیا خوششون نیامد، ولی I loved it. این لباس جوانجی خیلی ساده پوشیده بودن و این لباس و این لوکش کاملا به آینده نگاه میکرد، خیلی روزانه بود، به گذشته نگاه نمیکرد. و از نظر رنگ، رنگای سبز دیدیم، آبی دیدیم، طلایی دیدیم، یه رنگی که خیلی زیاد دیدیم رنگای مختلف قرمز بود، رنگ نارنگی، تنجرین، نه نارنجی. خانم میشل ویلیامز پوشیده بود، لباسشون خیلی زیبا بود و خیلی ناز بود و این جواهر کوچیک پاپیون که روی کمرشون بود خیلی زیبا بود و رنگ صورتی گل
گل گوشواره که داشتن خانم اما استون مال جامباتیستا ویلا خیلی لباسشون زیبا بود. It was beautiful. این دو رنگ رو من خیلی دوست داشتم. خیلی جالبه اینا رو داری میگی. منم اطلاعاتم داره راجع به فشن و لباس و خانم‌ها اونها زیاد میشه. خیلی نکات مهمی رو داری بهش اشاره میکنی که امیدوارم در آینده برنامه اصلا راجع به این بذاریم مفصل به این مسائل بپردازیم. اما نیما معمولا تو این برنامه‌ها رسم بر اینه که بهترین لباس رو انتخاب میکنن، بدترین لباس رو انتخاب میکنن. برنامه‌هایی که به فشن پلیس به اصطلاح معروفه. دلست. چه معیارایی وجود داره واسه این انتخاب‌ها؟ چطوریه کارشناس یا منتقد بدترین لباس رو انتخاب میکنه یا بهترین لباس؟ خودت چه نظری در این باره داری؟ یکی از دلایلش اینه که اهمیت میدن که خب اسکار به خصوص اسکار راجب الگانسه، راجب کلاسیکه و اینکه اگر یک کسی به این احترام نذاره تمام فشن پلیس ها سریع عصبانی میشن و شروع میکنن انتقاد کردن. میدونین بقیه چیزا هم اینه که چطوری آدم ترانسفورم میشه، چه اون آدم در روز عادی چی است و چه شکلی روی قالی قرمز میاد، اون خیلی مهمه. آیا بیشتر درباره خانوما صحبت میکنن یا نه به هر حال همین فشن و مد و لباسی که آقایون هم میپوشن مهمه؟ چه نسبتی داره، چجوری اینا رو کنار هم قرار میدن؟ اکثرا برای خانوما چون که اسکار راجب هالیوود هست و هالیوود الگانسه و الگانس بلک تای هست و اینکه خب آقایون تاکسیدو میپوشن، حالا چهار تا دکمه و جیبش فرق بکنه ولی تنوع نیست، واسه همین اکثر خانوما هستن که جلب توجه میکنن در اسکار. فکر میکنی که برنامه امسال برای کدوم یکی از هنرپیشه‌ها تو پوشیدن لباس و انتخاب رنگ و مدل مو موفق تر بوده؟ راجع به کی خیلی دارن صحبت میکنن؟ خانم گوینت پالترو، این لباسشون، یک کسی که سفید پوست و بلوند باشه و این لباس سفید رو بتونه بپوشه و اینقدر زیبا باشه خیلی مهمه و لباسش بود واقعا زیبایی کلاسیک بدون تلاش و این شالی که روی دوششون بود beautiful. It was خیلی این لباسی که خیلی ساده بود و کرد جالب. خودت فکر میکنی که در آینده بتونی با یه هنرپیشه بازیگر یا یه چهره موفقی کار بکنی، روزی لباسی داشته باشی که رو فرش قرمز بپوشن؟ امیدوارم. به زودی شروع کردم در سان فرانسیسکو کار میکنم با کسایی که جشنهای فرش قرمز میرن لباس تنشون میکنم. به زودی ایشالله لس آنجلس هم میایم دیگه حتما. خب اگه میخوای این کار رو دنبال کنی فکر کنم باید بیای لس آنجلس، چون پایتخت هنری غرب آمریکا این وره دیگه. امیدوارم یا لس آنجلس یا نیویورک، ببینیم چطور بهتره. نیما این چند تصویر رو دیدی، خب یه تعداد دیگه از بازیگرها بودن که روی فرش قرمز اومدن، نظر درباره اینا چه بود؟ آیا مثلا عامل سن و سال هم در انتخاب لباس مهمه؟ البته خیلی خیلی مهمه. یه لباسی که یه خانومی که 16 سالش باشه بپوشه خیلی ها شاید بگن این چقدر زیباست، ولی اگه همون لباس خانوم به 50 ساله بپوشه میگن خب این میدونین درست نیست. البته به خیلی لباس ها رو من بهشون توجه کردم، زیبایی خیلی بود. چند تا لباس بود که یه ذره فکر کنم تصمیم درستی نگرفته بودن. اون لباس ها، یکیش خانم گلن کلوز بود که به نظر می اومد که ایشون نمیتونستن تصمیم بگیرن لباس شب زنونه بپوشن یا کچلبار مردونه، تصمیم گرفتن هر دوتاشو با هم بپوشن. این آخه این دامنش پایینش خیلی زیاد پارچه داشت، اصلا کت بهش اضافه کنن خیلی فکر خوبی نبود. و خانم پنلوپی آن میلر چقدرم خانم نازی هست، ولی این مثل اینکه پارچه داشت گردنش رو خفه میکرد و اینکه مثل اینکه تل دخترش رو ازش قرض گرفته بود. این دو تا لباس من یه ذره به نظرم تصمیم درستی نبود.
امیدوارم که اگه برنامه رو میشنون زیاد از دستت ناراحت نشن. امیدوارم نشنون. خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم، مرسی که با ما بودی. حتما در آینده میتونیم بیشتر راجع به مسائل صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. با سپاس از اینکه تا این هنگام با ما همراه بودید. روز و شبتون بخیر.